شورای حراست و ثبات افغانستان دیروز ایجاد شد. در این شورا رهبران جهادی مقام‌های حکومت پیشین و نماینده‌های پارلمان نقش دارند. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و حکومتداری و همچنان برگزاری انتخابات و لویجرگه از مهمترین خواست‌های این شوراست. هدف از ایجاد این شورا راه بیرون رفت از شکنندگی اوضاع افغانستان گفته شده است. ریاست اجرایی دولت وحدت ملی از ایجاد این شورا استقبال می کند و می گوید که خواستای این شورا مهمترین برنامه های دولت وحدت ملی است. برگزاری لویجرگه، تغییر یا اصلاحات در نظام انتخابات و همچنان برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی از بحث های بوده که در توافقنامه سیاسی هم ذکر گردیده و حکومت مصمم هست که تمام مواردی که در اوجا ذکر شده به او رسیدگی شوه و به او عمل شوه. اما در این میان برخی از کارشناسان ایجاد شوراها را برای از میان برداشتن چالش ها در افغانستان اثرگذار می دانند، اما می گویند که چهره های شورای حراست و ثبات افغانستان پیش از این نیز آزمایش شدند. اقتدار از اینا انسانای خوبی هستند، اما اکثرت از اینا در حکومت سابقی آقای کرزی صاحب خانه بودند، تمام زمام امور در اختیار اینا بود و ما دیدیم که چی میراثی از اینا باقی ماند. یکی از عمدترین مشکلاتی که اینا با وجود آورد برای دولت فعلی امو فساد گسترده بود که تابالی به میراث مانده و او هنوز هم دامنش چیده نمیشه. باشندگان کابل که پیش از این نیز شاهد ایجاد چنین شوراها بودند، درباره ایجاد شورای حراست و ثبات افغانستان چنین دیدگاهی دارند. به طول 13 سال در افغانستان بسیار کمک های عظیمی به وجود آمد. همه کسایی که همه الان در رأس شورا قرار دارند، همه از اینا در کابینه سهم داشتند. هیچ کدام از اینا از کابینه خارج نبودند. اینا در طول 13 سال چی کار را به حق مردم انجام دادند که از این بعد اینا انجام بدند. جرگه های دیگه هم جور شدند، جبه های مثل مانند جبه ملی و جبه متحد دیگه پا جور شده، صرف منفعت طلبی خود یا کار کردند. پیش از این نیز چنین شوراها در کابل اعلام موجودیت کرده و شمار از چهرهایی که در شورای حراست و ثبات افغانستان دیده می شوند در آن شوراها نیز نقش داشتند، اما اکنون از آن شوراها خبری نیست. با این حال به باور بسیاری ها نبود یک اپوزیسیون توانا در برابر دولت وحدت ملی نیز محسوس است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.